برمیز تشریح، برنامه از شکوه میرزادگی و دکتر اسماعیل نوری‌علا، تهیه شده به وسیله انجمن فرهنگی پویشگران برای رادیو یاران. یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستاران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر پرخ پی کجاست؟ گل بگشت از رنگ و بو، باد بهاران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخواست، اندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد؟ شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش، از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ با سلام بر شما. من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوری‌علا برنامه برمیز تشریحمون رو شروع میکنیم. ولی قبل از سلام علیک شما، چون امروز نوبت آقای دکتر نوری‌علا است و صدای شاملو رو شنیدیم و شعر حافظ، چیه ماجرا؟ امروز چه تدارکی برامون دیدین و چی رو میخواییم برمیز تشریح بذاریم؟ آنچه که من هم اولا سلام میکنم و آرزو میکنم که همه شنوندگان و بینندگان ما در کمال سلامت و خوشی باشند. بنده در واقع اون چیزی که میخواستم روز تشریف بذارم همین غزل شیوا و درخشان و از یاد نرفتنی حافظ شیراز است که با صدای معجزه آسای احمد شاملو خوانده شده. و این شعر رو در واقع یکی از شنوندگان ما از تهران برای ما فرستاد و من نمیدونم منظورش چی بود. وقتی که باز کردم ایمیل رو، دیدم که این غزل رو ایشون اسکن کرده و گذاشته. و اتفاقا من یاد 24 سال پیش افتادم که یک سال از انقلاب میگذشت که من از ایران برگشتم به اروپا و در حیرت این بودم که چه اتفاقی افتاده است در ایران. شروع کردم به مطالعه، از جمله در مورد احوالات حافظ شیرازی، و در اون موقع من یک نواری رو منتشر کردم به نام حافظ و حکومت ملایان که مثلا همه آقای دکتر نوری‌زاده و دوستان دیگری هم همکاری داشتند و حالا اون نوار در دسترسم نبود. فکر کردم که من این غزل رو بهانه کنم و به یاد به خصوص شنوندگان و بینندگان جوانمون بیارم که حافظ هم چون ما از دوران حکومت ملایان رد شده است و مسائل رنجشو برده و میخواستم از شما تقاضا کنم که در این کار با من همکاری بکنید، به خاطر اینکه من دلم میخواد که وقتی که بکگراند یا پیش زمینه یک غزلی رو گفتم، غزل هم بخونیم برای شنوندگانمون.
مسئله در اینه که اغلب فکر میکنن که غزلیات حافظ به لحاظ این که بر اساس قافیه مرتب شده نظم زمانیشون به هم خورده و دیگه نمیشه اونها رو تشخیص داد که حافظ اینا رو کی گفته. اگر این امر در واقع واقعیت داشته باشد راجع به خیلی از غزلیات، بخشی از غزلیات حافظ هست که مستقیماً به یک اوضاع روزگار خودش اشاره میکند حافظ و در نتیجه از روی اون قرائن میشود تشخیص داد که چه اتفاقاتی افتاده و حافظ چرا اینگونه سخن میگه. عرض کنم که ببخشید من این دستگاه مربوط به وقت نگهداری جان بذارم جلو خودم که زیادی سخن نگم. عرض کنم داستان حافظ در واقع داستان قرن هشتم هجریه، یعنی 750 سال پیش، مثلا قرنی که ما رسیده ایم به دوران اوج حکومت ایلخانان مغول در ایران. یعنی مغول ها آمدند در ایران مسلط شدند و همه جاها رو گرفتند و در هر محلی یک عده حکام محلی رو قرار دادن اونجا که اونها هم در واقع بهشون میگویند که ایلخان های کوچک. یه ایلخان بزرگ داریم که ایلخان مغول است و این حکومت های محلی که در واقع در مثلا سال 736 وقتی که ابو سعید آخرین ایلخان بزرگ میمیره دیگه این حکام محلی چندان اعتنایی به مرکز ندارند و برای خودشون مسلط میشن. داستان زندگی حافظ ما برمیگردد به دو تا ایلخان که یکی خاندانی هستند که در فارس زندگی میکنند و بهشون میگن خاندان اینجو و مشهورترینشون که در واقع میشد گفت حافظ در دوران او به دنیا آمد شاه محمود اینجو نام داره که مرد دانش پروری است و فضایی رو فراهم کرده است که سرزمین فارس و شیراز از کنم که در نهایت بهش میگفتن قارون زمانه، بهش هم از لحاظ مسکنت و از کنم که ثروت و غیره شخصی خودش و هم از لحاظ رونق اقتصادی که وجود داشت و در نتیجه فارس و شیراز مرکز شده دارن که همه آدم هایی که اهل ذوقی بودن، اهل کاری بودن، اهل جستجوی بودن میامدن به اونجا. در یک منطقه دیگر که کرمان و یزد باشد یک ایلخانان دیگری زندگی می کردند که بهشون می گفتن آل مظفر که در دوران شاه محمود اینجو در کرمان و یزد شخصی به نام امیر مبارزالدین امیر مبارزالدین آل مظفر به حکومت رسیده بود که خودش در این زمانه مشهور است و پسرش که شاه شجاع مظفری باشد و درباره او هم بیشتر سخن خواهیم گفت. به هر حال مسئله در این است که همونطور که گفتم وقتی که به خصوص شاه محمود اینجو که دار فانی رو به اصطلاح اون زمانه ترک کرد، پسرش شاه شیخ ابو اسحاق که جوانی بود به حکمرانی رسید و وزیری هم داشت به نام حاج قوام الدین که این دوتا در واقع مرکز علم و هنر رو در و در واقع می شود گفت مرکز علم و هنر و حکمت و فلسفه و مدرسه و غیره رو در فارس به وجود آوردن و هنوز بسیاری از آثار اونها در شیراز وجود داره. میرسیم به سال 750، یعنی درست نیمه قرن هشتم هجری است که در واقع شاه شیخ ابو اسحاق 35 سال داره و حافظ هم حدود هم 35-6 سال، هر دو جوان هستند و حافظ محبوب شاه شیخ ابو اسحاق و حاج قوام الدینه و اونها هم حافظ رو دوست می‌دارند و در واقع بخشی از غزلیات حافظ که درش از شور و شوق جوانی و خوشی‌های بسیار او سخن رفته است در همین دوران گفته شده. به یکی از غزل‌های او گوش بکنیم. ساقی به نور باده برافروز جام ما،
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. بعد حافظ در دربار شاه شیخ ابو اسحاق و وزارت عرض کنم که حاجی قوام روزگار خوشی رو داشت. اما به زودی خبر رسید که امیر مبارز دین مظفر او حرکت کرده است از کرمان و آمده است به قصد تصرف سرزمین پارس. کمی با احوالات این امیر مبارز دین که می شود گفت نسخه اصلی آقایان خمینی و خامنه ای هست بیشتر آشنا بشیم. انجبی شیرازی و دکتر قاسم غنی که هر دوتا از محققین زندگی حافظ هستند در مورد این امیر مبارز دین چنین میگویند که او در سال 752 از گناهان خود استغفار و توبه میکند و جمعه ها پیاده مسجد میرود و دارالسیاده و مسجد میسازد و مصاحب زاهدان دراز نماز می شود و شخصا امر به معروف و نهی از منکر می کند و خم می شکند و شرابخواران را حد می زند و به سوختن و شستن چند هزار مجلد کتاب فلسفه و حکمت فرمان می دهد. او بیش از ستمکاران دیگر این قرن خون ریز و صفاک است. مولانا لطف الله عراقی که همراه و ندیم امیر مبارز الدین بوده در یادداشت‌های خودش می‌نویسد که بسیار دیدم که او به تلاوت قرآن مشغول است و در آن بین مقصری را نزد او می‌آورند. او قرآن را کنار گذاشته به دست خود مقصر را کشته و دوباره به تلاوت قرآن مشغول می‌شود. حتی نقل است در روضت الصفا که پسرش شاه شجاع از او پرسید شما 1000 نفر را به دست خود کشته اید و او جواب داد به 800 نفر رسیده است. باز کمتر بوده آقای نوریالو از به دست خودش فرق نمی‌کنه. یه خود دستشون دراستر آقای خلخالی دارن خلخالی و غیره دارن این حرف رو عرض کنم که به هر حال اینها میان و به خصوص به علت خیانتی که اشخاصی در داخل فارس و شیراز میکنند محاصره شیراز نتیجه میده و امیر مبارز الدین وارد شیراز میشه و مجسم کنید اون روزی رو که در میدان سعادت آباد شیراز شاه ابو اسحاق رو کت بسته میارند و کندهی میزنند اون وسط و جلادی میارن که سر او رو با شمشیر قطع بکنه و احتمالاً شاید حافظ هم در میان تماشاچیان این منظره بوده است. و به هر حال در این واقعه است که یک باره تمام شعر حافظ رو ماتم فرا میگیره به خاطر مرگ دوستش مصاحبش و در این حال بدی نعمتش. یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود،
دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. آه از این جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. بله، دولت مستعجل ابو اسحاقی به پایان میرسه و دوران نکبتبار حکومت به نام اسلام امیر مبارزالدین آل مظفر در فارس آغاز میشه. او رو به عنوان محتسب میشناختند. حالا بعدا توضیح خواهم داد که حتی میگویند که این لقب رو پسرش شاه شجاع به او داده بود و در اکثر اشعار اون دوران به خصوص در حافظ، اما در دیگران مثلا چون در همون زمان ابو اسحاق بود که عبید زاکانی هم آمدش به فارس به شیراز، این لغت محتسب رو وقتی که میگویند منظورشون همون آقای امیر مبارزالدین است و این غزل مشهوری است در اون دورانی که دیگر امیر مبارزالدین میخانه های شیراز رو بسته، خم ها رو شکسته و عرض کنم که در واقع نهی از منکر و امر به معروف رو دیگه به حد خودش رسونده و یاد سعیدی سیرجانی به خیر و کتاب مشهورش به نام در آستین مرقع که از این غزل گرفته شده است. چه باد فرح بخش و باد گلبیزه است، به بانگ چنگ مخورمی که محتسب تیز است. صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می، که موسم ورع و روزگار پرهیز است. مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است. سپهر برشده پرویزنی است خون افشان، که ریزه اش سر کسرا و تاج پرویز است. و در واقع مبارزه‌ای که می شود گفت شعرا و متفکرین ایرانی آغاز کرده بودند با خشک طبعی و خشک مغزی کسانی که با تعصب غیر انسانی خودشون فضا رو تنگ می‌کردند بر مردمان، بحث می بود و میکده و در واقع می‌شود گفتش که در تمام طول تاریخ پس از اسلام ما همواره دو تا مسئله شاخص این بوده است که آیا خوشمغزان مذهبی بر کشور مسلطن یا نه. یکیش مسئله آزاد بودن می بوده است و یکی هم مسئله آزادی های نسبی که می شد در هر زمانه به زنان داد. به هر حال به این غزل حافظ گوش می کنیم که هنوز به همان مسائل اشاره می کند. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. به صفای دل رندان صبوحی زدگان، بستر بسته به مفتاح دعا بکشایند. نامه تعزیت دختر رز بنویسید، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا همه مقبچگان زلف دوتا بکشایند.
در میخانه ببستند. خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشاید. براستی که این بیت آخر وصف الحال روزگار ماست. بله. برای اینکه شاید حتی بشه که در آغاز انقلاب بستن میخانه ها اونقدر دردآور نبود که وقتی اینها در خانه تزویر و ریا رو گشودند و در تحت حکومت اون که حافظ بهش میگه زاهد خودبین، و واقعا خیلی تعبیر عجیبی است، زاهد است و خودبین است، تزویر و ریا رو به حد اعلای خودشون رسوندن. و باز غزل دیگری رو میخونم از حافظ که همچنان از مشکل تراشی های ناجوان مردانه این گروه اوباش آل مظفری سخن میگه. دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند؟ پنهان خورید باده که تعزیر میکنند. این کلمه تعزیر دو مرتبه با حکومت اسلامی در ایران زنده شد. نسل ما معنای تعزیر رو نمیفهمید، ولی الان جوون کوچه و خیابون ما معنای تعزیر رو با شلاق‌هایی که بر پشتش خورده شده میدونه. دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند؟ پنهان خورید باده که تعزیر میکنند. ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. گویند رمز عشق نگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنند. فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، کاین کارخانه ایست که تغییر میکنند. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. و میرسیم به غزل آغاز برنامه‌مون که با صدای شاملو شنیدیم که مینالید حافظ که یاری اندر کس نمیبینیم، یاران را چه شد؟ دوستی که آخر آمد دوستداران را چه شد؟ و بالاخره اینقدر کار بالا میگیره و امیر مبارزالدین دست به کشتن بچه های خودش شروع میکنه زدن که شاه شجاع پسر بزرگ او از دست پدرش به تنگ میاد. اجازه بدید که راجب شاه شجاع دو کلمه عرض بکنم. باز همین محققین در مورد او میگویند که سلطان جلال الدین شاه شجاع در ابتدای کار جوانی شجاع، با سواد، آزادمنش، شاعر و خوشباش بود که سیاست‌های پدر را نمی‌پسندید. در آن اوان این رباعی را خود در مورد پدر سروده است: در مجلس دهر ساز مستی پست است، نی چنگ به قانون و نه دف بر دست است. رندان همه ترک می پرستی کردند، جز محتسب شهر که بی می مست است. و پسر بر علیه پدر قیام میکنه، امیر مبارزالدین رو میگیره و او رو کور میکنه و در قلعه زندانی میکنه. و دوران حکومت شاه شجاع در فارس پس از مقداری زد و خورد و مبارزات محلی و بیرون رفتن از فارس و بازگشتن به فارس و اینها که به تفصیلش کاری ندارم آغاز میشه. و میرسیم به اون غزلی که در روزهای نخستینی که آل مظفر پادشاه عوض کردند، امیر مبارزالدین به زندان افتاده و کور شده و شاه شجاع بر تخت حکومت نشسته است و بار دیگر شعرا رو به دربار خودش خوانده، میرسیم و اون رو با اجازتون من اگر اجازه بخونم. میگوید که سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. شد آن که اهل نظر بر کنار می رفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها، که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش. شراب خانگی از ترس محتسب خوردن،
به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. و بعد این بیت طنزآمیز در آخر که ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند امام شهر که سجاده می کشید به دوش. یعنی وقتی که حکومت ملایان به پایان برسه، حتی برخی از ملایان که سعد مجبور بودن سجاده به گوش بکشن به دوش بکشن، از کوی میکده باید بر روی دوششون ببرن. به هر حال امیدوارم در این برسه که واقعا مردمان نفس راحت بکشن، حداقل آزادی های شخصیشون رو داشته باشن. ولی آقای نوریالا، این برنامه جالب استثنایی بود، یعنی ضمن این که برنامه مثل برنامه ادبی بود ولی کاملا سیاسی هم بود. من اتفاقاً لازم بود که این رو به دوستان شیرازیمون هدیه کنیم، تقدیم کنیم این برنامه رو و به خصوص آقای میبودی. درسته، بله بله، البته پیشکش میکنیم این برنامه رو به هم دوستمون آقای میبودی و هم همه یارانمون شیرازیمون که کم نداریم ماشاءالله. خیلی به حال در این دقایق پایانی بذارید من این رو خدمتون عرض بکنم که من خیلی نسبت به وضعیتی که در شعر معاصر ایران پیش آمده دلچرکین و ناراحتم. من فکر میکنم که یکی از خسرانهایی که به ادبیات ما وارد شده این است. اگر ما ملتی هستیم که حافظ رو پادشاه شعر خودمون میدونیم، باید از مکتب او درس بگیریم. باید شعر ما در خدمت مردم ما باشه، در خدمت بیان دردهای مردم ما باشه و در این حال شعر باشه. مشکلی که ما در پیش از انقلاب داشتیم در مورد آنچه که شعر متعهد گفته میشد، در این باره بود که کافی بود یک کسی یه حرف سیاسی رو بزنه بدون اینکه هیچ ارزش ادبی و شعری کارش داشته باشه، او رو شاعر بزرگی بدانن. من بدون اینکه قصد داشته باشم اسم از کسی بیارم، میتونم بگم که 70-80% از کسانی که به عنوان شاعران بزرگ دوران مثلا 1350 تا 57 شناخته میشدند، اینها از لحاظ شعری نه شاعران بزرگی بودند و نه ماندگاری در ادبیات ما خواهند داشت. اما نیمایوشیج، شاملو، فروغ فرخزاد به ما نشون دادند که میتوان همه ارزش‌های شعری رو محفوظ داشت و در این حال شاعر بزرگ زمانه بود. و بنده در واقع با استفاده از این لطفی که این دوست جوان من از تهران کرده بود، خواستم این بحث رو به یاد کسانی که این روزها به عرض کنم که لحاظ و بیت با تکیه بر تئوری‌های پست مدرنیستی اصلا معتقدند که دیگر شعر نباید رسانه‌ای مقصود باشد. دیدم که در روزنامه شرق که اخیراً توقیف شد، یکی از منتقدین معاصر حتی از شاملو ایراد گرفته بود که او زبان را طوری به کار می‌برد که مردم معنای حرف او را می‌فهمند. این یکی از عیب‌های و این آقا الان از منتقدان استخوندار ایران معاصره. من اسمشون رو ترجیح یادم نمیاد، یادم نمیاد. و نه من عیبی ندارم در موردی که بگم، ولی حرف ایشون تنها نیست، حرف تمام کسانی است که الان به عنوان عدول از رسانایی مفهومی کلام و کشف دیگر باره کلام در شکل دیگری از مسئله حرفهایی رو میزنن، شعرهایی رو میگن که من فکر میکنم تا 200 سال دیگه هم کسی معنای آنها را درک نخواهد کرد. ما به اعتقاد من اگر شاملو بزرگه، اگر نیما بزرگه، به خاطر آن است که آنها پلی زده اند از جانب زمان روزگار ما به عهد حافظ و همان سنتی را پاس داشتند که به این شیرینی و زیبایی و شیوایی حافظ از اون سخن گفته است. مثل این که وقت ما به پایان رسید و من میخواستم قبل از خداحافظی شماره فکسمون رو بدم خدمتتون. شماره فکس ما هست 509-352-96-30 و ایمیل ما هست bmtyaran@yahoo.com. روز و روزگار شما خوش.
من هم تا هفته دیگر با یاران عزیزمون و شنوندگان و بینندگانمون درود و بدرود میکنم. بر میز تشریح، برنامه‌ای از شکوه میرزادگی و دکتر اسماعیل نوری‌علا، تهیه شده به وسیله انجمن فرهنگی پویشگران برای رادیو یاران.